اگر بخواهیم در جهان قد علم بکنیم، نیاز به گفتگوی با عزت داریم. پس گفتگوهای اقتصادی باید در سفارتخانه های ما اساس باشه. سفارتخانه های ما سفارت های اقتصادی خواهند بود و سفرایی که انتخاب خواهیم کرد باید ویژگی های تبلیغ کالای ایرانی و فرهنگ ایرانی رو توامان داشته باشند. مشکلات اقتصادی به نظر گروه فکری ما و استفاده از اندیشکده‌های مختلف این هست که در چند مرحله باید به اونها بپردازیم. در مورد خیلی اضطراری ما باید به مسئله اشتغال بپردازیم. حل مشکل اشتغال از طریق تولید مسکن در زمان کوتاه قابل دسترسی است. مسکن میتونه مشاغل مختلفی که در مجموعه خودش داره به راه بندازه و این مشاغل اشتغال رو در کشور ایجاد بکنن، باعث گردش مالی بشه و از طرفی مسکن برای مردم تأمین بشه، به خصوص جوانان، و با این کار ما بنیان خانواده رو هم تقویت میکنیم. ازدواج ها تسهیل خواهد شد. امید به آینده، امید به مسکندار شدن، امیدیست به آینده، این رو باید تقویت بکنیم و آسیب های اجتماعی را از این راه برطرف بکنیم. ارتباط با کشورهای منطقه، همسایگانمون، بعد کشورهایی که در آسیا جنوب غربی و آسیا هستند، از اولویت برخورداره، چون ما ارتباط زمینی داریم، نزدیک، هزینه های حمل و نقل پایینه، فرهنگ مشترک داریم، نوع کالاهای یکسانی رو مصرف میکنیم. اینها باعث افزایش تولید در داخل میشه. بحث فیلترینگ در گذشته به شکلهای مختلفی در کشور انجام شده و موفق نبودیم، چون به غلط باش برخورد کردیم. دقت بفرمایید که ما در ابتدای که امواج الکترومغناطیس رادیویی تلویزیونی از خارج از مرزهامون می اومد و بعد دورانی که نوارهای ویدیو رایج شد، به شکل سخت موفق به مقابله با تهاجم فرهنگی یا به خطر انداختن موارد امنیتی خودمون هم نشدیم. ولی با آگاهی مردم، اگر ما تکیه رو بر آموزش پرورش و دانشگاه ها بذاریم که اونها دارن کارشناسان و مدیران آینده ما رو پرورش میدن و به اوضاع معیشتی اقتصادی مردم رسیدگی بکنیم، دیگه مردم نیازی نداره که به سمت کشورهای دیگه و فرهنگهای دیگه برن. ما کار خودمون رو انجام بدیم در دولت، حق مردم رو ادا بکنیم. مردم کشور و فرهنگ خودشون رو دوست دارن و کنترل ها باید به عهده خود مردم باشه، مگر اینکه امنیت ملی ما در خطر باشه، مگر اینکه کودکان ما در معرض خطر باشن، که اون با روش های مرسوم و شناخته شده در سطح جهان و آزمایش شده ما هم میتونیم از اونها بهره مند بشیم و بذاریم مردم در کمال آزادی به اطلاعات دست داشته باشند. اجرای برجام، این رو تأکید میکنم، برجام مصوب در جمهوری اسلامی نیست. اجرای برجام توسط مجلس، شورای عالی امنیت ملی و شخص مقام معظم رهبری به دولت اجازه داده شده که برجام رو اجرا بکنه، و چون همه نهادهای قانونی هستند، همه ما ملزمیم که اجرای برجام رو دنبال بکنیم با 28 شرطی که در مصوبات وجود داره.
هر دولتی سر کار بیاد باید به تعهداتی که کشور سپرده عمل بکنه، مشروط بر این که کشور از حقوق حقه خودش بهره‌مند بشه. اگر ما بهره‌مندی نداشته باشیم از حقوقمون، لزومی نداره که تکالیف بیشتر از تکالیف قانونی و مقرر در مقررات بین‌المللی رو بپذیریم. صلاحیت من رد نخواهد شد، فقط ممکنه احراز صلاحیت برای پست ریاست جمهوری رو نداشته باشم و اون به تشخیص شورای نگهبان در چارچوب قانون هست که مدارک بنده رو بررسی بکنه، همین جور که مدارک دیگران رو بررسی میکنه، سوابق رو بررسی میکنه، از نهادهای نظارتی کسب اطلاع میکنه. اگر تشخیص دادن که بنده شرایط رو دارم، وارد عرصه دوم که صحبت با مردم و شرکت در رأی‌گیری خواهم شد. من از همه داوطلبانی که شورای نگهبان تایید بکنه حمایت خواهم کرد. سعی میکنم نظرات اونها رو به اطلاع مردم برسونم و در نهایت اجازه بدم که مردم مطابق سلیقه خودشون انتخاب بکنن.